خداوند به نهایت مهربان و با عرض سلام به شما بیننده های عزیز خیلی خوش آمدین بازم به با برنامه خدا کنه که جور ساعت من باشین روز تا ایدم به خوشی سپری کرده باشین و تا پایان برنامه امروزی رسم زندگی با ما حسین نوری همراه باشین خب کسایی که امسال تصمیم دارین که در امتحان کنکور اشتراک کنین خیلی دقیق باشین امروز برنامه را چون ما هم روی همین موضوع امروز صحبت میکنیم آمادگی ها به خاطر امتحانات کنکور و همچنان در قسمت چیگونگی برگزاری امتحان و کانکوری که روی چه شرایط و چه میارهای امسال امتحانات و کانکور در افغانستان برگزار میشه و چه سیستم یعنی چه تغییر در سیستم برگزاری امتحانات و کانکور امسال آمده این همه موارد است که ما امروز صحبت میکنیم یعنی موضوع خیلی مهم است و شما دوست عزیز حتما اما گفتم کسایی که امسال شما اشتراک میکنین در امتحانات کانکور در کسایی که دهره گوشه که از افغانستان ما رو میبینین حتما امروز صحبت های ما بکنیم و ما هم روی همین موضوع بحث میکنیم با مهمان برنامه ما آقای فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات و که در راه هستند فکر کنم کم از زهام است میرسند انشالله فقط چند لحظه بعد با ما خواد بودن در برنامه و روی همه عباد این موضوع موضوع تغییرات و چیزهای نو که هست در قسمت کم تو قبلا گفتم برگزاریم تانات کنکور انشاءالله با آقای فیصل سلامین با سخنگوی وزارت تاسیسات و را خود داشتیم و همچنان اگر میخواین جا از شماره پیام هایتان هم یاد بکنم اگر میخواین با برنامه ما پیام بگذارین میتونین 488 تماس بگیرین بعدن کلید 4 هفته فشار بدین نسیم کارت‌های روشن و اتصالاتتان ما در خدمت شما هستیم فیسبوک برنامه ما همچنان میتونین لایک بکنین نظر پیشنهاد انتقاد بگذارین ما در خدمت شما هستیم مسیر فیسبوک برنامه همچنان و دوستای ما لطف کردن امروز هم سوالات خود گذاشتن روی موضوع امروزی برنامه و ما یادداشت کردیم ان از آقای امین دایی رابطه حتما و سوالات شما رو میپرسم تا باشه صحبتها ها رو در رابطه داشته باشیم خب مهمان برنامه ما هم رسیدن بیاین یک وقفه بگیریم و بعد از وقفه ان با مهمان برنامه ما ما ها رو روی موضوع امروزی برنامه ما خاطر داشتیم بازم ادامه برنامه هست با شما هست مستاد همین نظر با ما در برنامه هستن اگر شما هم چنان میخواین تماس بگیرین 02212 در خدمت شما هست و در رابطه با امتحانات کنکور چیز سوال داره این از, از این ما در خدمت شما استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید تشکر سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان هستم سلامت باشین خب از اینجا آغاز بکنیم در آغاز روی برگزاری امتحانات کنکور امسال امه. یک معلومات کلی میخوایم از شما داشته باشیم و بعدن سوالات دیگه هست با تشکر از شما شما در جریان هستین که امتحان کانکور سال 1394 بر 95 به صورت بسیار موفقانه سپری شد و وزارت تحصیلات تولی دهی زمینه ابتکارات بسیار بلند و خوب را نصیب حال خودش کرد و تانست که امی اعتبار و اعتماد مردم نسبت به پروسه کانکور که یک پروسه بسیار مهم مهم و ملی است دوباره ای را احیا بکنه ما در این حال که نکات بسیار قوت و مثبت داشتیم که از طرف نهادهای مختلف تمجید شد در پهلوی از او ما اما نقاطی که بینون نکات آسی پذیر بر ما شمرده می شد وزارت تحصیلات عالی را برشمرد و ای را تشخیص داد و در زمینش اقدام شد یکی از بحث های بسیار مهمه که در کنکور سال 1394 بر 95 ما دیدیم و تشخیص دادیم مسئله ورود افراد ایوازی متقاضی هایی که امتحان میدادن و یک نفر و جای یک نفر دیگه امتحان میداد یک مشکل بسیار جدی بود که میزان متاسفانه امو اطمینان کانکور رو یک مقدار آسیب پذیر می ساخت از او خاطر بود که ما وزارت تحصیلات عالی از طریق کمک های سفارت امریکا سی پاید دستگاه بایومتریک کمک کردن و ایر خریداری شد که به وزارت تحصیلات تالی آمد که از ورود افراد ایوازی کاملا جلوگیری میکنه و یک نکته بسیار مهم دیگه ای است که کانکور افغانستان و همچنان هویت متقاضی و محصل در مجموع محصل های عزیز ما کاملا الکترونیکی شده یعنی yani از اساس شمولیت که کانکور است تا به فراغت هر محصل تمام هویتشان الکترونیکی است که نشان انگشتشان میگیریم مثل مسئله <تصفح> چی چشمشان یعنی yani این چیزا اطمینان مردم بیشتر میسازه نسبت به کانکور و شفافیت شد بحث دوم ما بحث تغییر زمان امتحان کانکور است که ما جدول احتمالی برگزاری امتحان کانکور هم خدمت شما آوردیم و سرش بحث میکنیم که جوانای عزیز ما مطمئن باشن ما همین فرصت را که برای جوانا در قسمت تغییر زمان امتحان کنکور در نظر گرفتیم اصلا هدف در مجموع رهبری وزارت تحصیلات عالی امی است که چگونه ما بتونیم سهولت ها را برای متقاضی های عزیز ما بر جوان ها. مثلا ما در سال های گذشته دیدیم که در یک حوزه که مثلا یا یک ولایتی که حوزه هایش بیشتر بود ما 15 روز منتظر شدیم که مسئولین ما بیاین نتونستن رسیده در بسیاری از ولایت های ما این مشکل ها ما داشتیم یک بحثی است یک بحث دیگه ای بود که ما با بسیار شتاب زدگی نتایج اعلان میکردیم یا نوز متعلم از مکتب فارغ نمیشد ما راست اونها را شامل پروسه امتحان کنکور میساختیم یا نصاب درسی تکمیل نمیشه از این سه سال که سوالات امتحان کنکور تنظیم میشه تمامی مشکلات را در نظر گرفته تغییر زمان کنکور که یک بحث و یک نیاز امروز جامعه ماست ما هرقدر که متقاضی زیاد میشه ما باید میارای ما سخت چون رقابت باریکتر و شدیدتر میشه از او خاطر آغاز امتحان کانکور انشالله از ماه هوت است و می ترتیب موزه ها را مال نام میگیرم انشالله این البته جدول احتمالی هسته که در آینده اگر کدام موزه هم تغییر کنه یا تاریخ هم تغییر کنه به این معنی که ما با توجه به یک مشکل دفعی و آنی یوزه ها را تغییر میتیم دیگه انشاءالله کل کارهای مقدماتی صورت گرفته و جدیت و دقت ما بمی است که چیگونه بتانیم یک امتحان کانکور را برگزار کنیم مثل سال گذشته که امو حق به حقدار برسه شفافیت، عدالت، امو, دانش یک جوان را که دوازده سال زحمت میکشه روزای سخت را سپری میکنه از سنف اول تا سنف دوازده ما بتانیم که او را محصول روی زمان برگزاریم امتحانات کانکور گفتین یکی از بین ما اینا هم سوال کردن در همین قسمت گفتن و پروسه کانکور در قسمت وقت برگزاریش گفته که در ماه او دو آغاز میگردد بدون بله. شک این پروسه نو وقت ختم میگردد پس گفتن لطف نموده در قسمت آغاز درو دروس دانش جویان جدید که از طریق کنکور معرفی <تصفح> میگردن معلومات بتین و اینکه که چی وقت دروس سمستر اول آنها آغاز بسیار خوب کسایی که آل شامل پروسی تدریس هستن اینا به صورت نارمل میان سمستر اول و دوم خود درس میخورن کسایی که مسئله هستن کسایی که ما مثلا تازه ازشان امتحان میگیریم برای سال 1396 سمستر بهاری برای از اینا شروع نمیشه اینا در سمستر بهاری امتحان میدن مثل سایر کشورها ما اگر 200 یا 200 چند بیشتر از 200 کشور کشورهای منطقه و فرامنطقه را در نظر بگیریم اصلا سمستر در سمستر بهاری اونا ندارن سمستر اول اونا سمستر خزانی شروع میکنن ما می تقویم تحصیلی خود را مثل سایر کشورها مهم. یعنی بعد از 15 سال این سازگاری پیدا بکنه با تقویم تحصیلی کشورهای دیگه ایره تنظیم و ترتیب کردیم که این خودش یک نکته بسیار مهم است برای تنظیم بورسیه های ما برای ای که ما کانکور در یک فرصت خوب بگیریم بر تطبیق سیستم کردد بنان درس های کسایی که امتحان میتن و سنف اول میباشند سمستر اول از ماه اسد آغاز میشه یک سمستر خود تکمیل میکنن دیگه درس بر سال های آینده دمو دو سمستر تنظیم میشه هر کسی که سنف اول تازه امتحان میت سمستر اول در خزانی میخوانند دیگه سمستر هایشان به صورت نارمل میخوانن محسلین که عال مسئله هستن به صورت عادی و نورمال کم فی سابق در سای خودان ادامه میتن سمستر دو سمستر سه خود سمستر بهاری و سمستر خاص بسیار یاسین جان روی خط تلفن هستن تماس های دوست ما چه سوال دارن سلام برس یاسین جان با شما خیلی خوش آمده سلام علیکم وقتم بخیر سلامت باشین بفرماین سوال من در این رابطه بود که شما گفتین سیستم بایومتریک شده و نشان انگشت و امین نمره چشم گرفته خطران کردیم یک سیستم فرمان بود تشکر ما گرفتم سوال تار. بله تشکر یاسین جان از تماس شما از بله. است. یکی پروسه ثبت نام از برادر عزیز ما اول تشکر میکنیم که تماس گرفتین بر وضاحت بیشتر در پهلوی از ما خدمت شما عرض بکنم که یک ثبت نام است که او فرما تکمیل میشه دیتوینتری میشه تمام موضوعات ما داخل سیستم میکنیم یکی بحث بایومتریک است بحث بایومتریک از در ولایات و در مرکز بله. از طریق مکاتب تمام مسئله اینجا یک جا میشن عیت توضیف شده ما ایره میگیرن اما هم نشان چشمشانه و نمره چشم و تثبیت چشم و هم نشان انگشت شانه میگیره ای پس داخل موکیت ها داخل سیستم میشه زمانی که ما امتحان هم برگزار میکنیم در جریان امتحان سیکت بسیار زیاد است و اما سیستم خود بایومتریک و یا موالش یا ابزارش در صحن امتحان هر کسی که امتحان میته پس دوباره او چک میشه و مطابقت داده میشه که ما به جای یک کس دیگه امتحان نتم کس دیگه به جای ما امتحان نده پروسه ثبت نام و پروسه تکمیل فرم را که این برادر عزیز ما از طریق مکاتب خودان تکمیل کردن فرمایشان داخل سیستم میشه ما کوشش ما میست که در امی ما بخیر بایومتریک ما را تدبیق بکنیم به مرکز و به مرکز اول چون امتحان اول ما مرکز است ولایت کابل دیگه اینا و از او بابت تشویش نکنن از ما سیستم چون سیستم نو است اولین دفعه در افغانستان که هویت ماسل الکترونیکی میشه که یک دستاورد بسیار خوب اما امو... حکومت داری خوب یکی از شاخه هایش یا یکی از مؤلفه هایش الکترونیک شدن هویت است که بله. این کار ما تطبیق میکنه بسیار خوب شبنم جان روی خط تلفن هستن سلام به خودت خیلی خوش آمدیم داره سلام مرا بله سلام خدمت شما می بخشین از دستات مختلف سوال داشتم که امتحان بوسی چی وقت میشه شروع میشه شروع میشدم تحت کدام شبک میتوندم جواب ده همی چی کنه اشتباه کنه شبنم جان سوال دارن کدام بورس ها؟ شد در مجموع خوار عزیز ما شبنم جان خدمت شما عرض بکنم هر کشور که شما در دوره لسانس اگر میخواین شما سریق طریق نمره کانکور داخل پروسه بورسیه های ما میشین که بلندترین نمره از یکی از علتهایی که ما زمان امتحان کانکور تغییر دادیم امی بود که با مو دوره بورسیه های ما با فصل بورسیه های ما سر سازگاری داشته باشه در گذشته تو بود که یک سمستر یک محصل منتظر میمون تا که باز فصل بورسیه ها میرسید چون دیگه کشورها در ماه سپتامبر دروسشان آغاز میشه از ما وقتی که می بورسی امتحان کنکور ما نتایج اعلان میکنیم کسایی که مستحق بورسیه است و بلندترین نمره را گرفتن در مقطع لیسانس اونا مستقیم امو امتحان یا میارای دیگه که از سانس یا اسناد تکمیل اسنادشان است و زودترین فرصت تکمیل میشه و وقت شان زایی نمیشه راستن به بورسیمه همه اگر خوار ما مقتل لسانس خود تکمیل کردن و میخواین به ماستری اقدام بکنن اینا به هر کشوری که میخواین سایت وزارت تحصیلات حالی، صفحه رسمی خود وزارت تحصیلات حالی، فیسبوک وزارت تحصیلات ولی همش اختیار همشهریان محترم ما هستند اینا میتونن خصوصا از طریق سایت وزارت تحصیلات عالی تمام اطلاعات به دست بیارن کدام کشور اینا میخوان دا به اپلای کنن بعد از اون امتحان شخص های امت... امتحان ما متفاوت است که مج... فیصدی نمرات شان است تکمیل اسناد تقن... حقوقی و تقنینی دوره لسانس شان است دیگه میارای که وضع میشه آنلاین امتحان شان گرفته میشه از طریق برتش کانسل لسان انگلیسی باشه یا اگر دیگه کشورها باشه یعنی تمام میارای ما رو ما به صورت مطلق تطبیق میکنیم فقط اینا ما سوالم کردم که کدام بورسا را میخواین کشورها را متاسفانه فروتن سلام تقدیم کردن سلامت باشین سوال که اینا دارن گفتن جهت شفافیت بیشتر و بیشتر نسبت به سالهای قبل وزارت تأثیرات عالی در پروسه کنکور انسان چی تدابیر و برنامه های بهتر رو روی دست دارن استاد اشاره های داشتن بازم بخاطر شما چیز صحبت های نو بله بسیار کوتاه چون وقت برنامه اندک است و دیگه بندگان عزیزم شاید تماس بگیرن فقط خدمت برادر عزیزم یک چیز اطمینان میتونم که در گذشته اگه یک کتابچه بیرون میشد کل اوزه ما خراب میشد یا 5000 نفر اوزه آسیب پذیر میشد حال ما برای هر فرد یک کتابچه تنظیم میکنیم تفتیش الکترونیکی داریم رسیدگی و شکایت ها داره مرکز حق داره که شکایت بکنه بس بسیار دیگه مهم دیگه مایی است که تمام این بانک سوالات ما اپدیت شده سوالات کاملا تغییر کرده باید. از می سال درسی که نامی از می سال درس, می از سال درس می سوال می سوال تکراری نیست سوال سوال نیست که حل نشده, حل نشده. داشته باقی نمیمانه همه چیز طبق ها و اصول پیش میره خصوصا ام الکترونیکی شدن سیستمی که افراد دیگه وقت دخالت نداره سیستم جور شده بسیار واقعا آقای روی خط هستن سلام برسه به شما خیلی خوش اومدین و السلام اسم خوش اومدین بفرمایید سوال دارین سلام به مهمان محترم دانم همه دوباره امتحان <تصفح> ولایت پروان پرسان میگم با کنان تاریخ هست ولایت پروان بسیار خوب تشکر از تماس شما تشکر برادر عزیز ما امو او تقسیم اوقات احتمالی را که ما ترتیب کردیم برگزاری امتحان کانکور اروزگان کاپیسا پنچیر و پروان از پنج سور شروع میشه تا سیزده سور اینا آمادگی خود داشته باشه اگر یک ولایت مثلا پروان اگر پیشتر بره یا مثلا روزگان پایین تر بیه ای مهم نیست ما ما دو روز پیش یا پنج روز پیش یا یک هفته پیش اعلان میکنیم اما آمادگی خود این از تاریخ داشته باشه بسیار خوب آقای فرزا سلام تقدیم کردم و تعریف از استاد داشتن از آقای آسان. امین و گفتن سوال که از استاد داشتن گفتن که خود شما چند فیصد به شفافیت کامل در پروسه امت... امتحانات متقن هستید تشکر برادر عزیز ما فرزاد جان زنده باشین ما اعتماد به امو تیم که کار میکنه در دا بخش داریم و ما در گذشته دیدگاه ما دیدگاه انتقادی نسبت و اصلاحی نسبت پروسه کانکور بوده یعنی خدا شاید است که کاری که روی سیستم شده سیستم اینمی حق جوان را برش میته اینطور نمیشه که مثلا یک نفر اج درس نخونده باشه داخل از این پروسه میلیشا شما فکر بکنید که یک جوان که مثلا از دوره طفولیت شروع میکنه از 5 سالگی یا 6 سالگی و بالاخره به صنف 12 میرسه که یا 16 ساله 17 ساله میباشه و رشته دلخواهش و مو امو چیزی که ایدال در ذهن خود داره میگه من طب بخونم یا انجینری بخونم و بسیار زحمتکش میباشه متاسفانه ای چون در متاسفانه مثلا مشکلاتی که وجود داشت ای در موجه موانع برش به وجود میه و ایده می سنف دوازده یعنی از بین می روی ما شاهد خودکشی ها بودیم متاسفانه ما شاهد ازی بودیم که بسیار جوان های ما ناامید شدن افغانستان را ترک کردن یکی از بحث های خود رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب و شخص خود وزیر به میست که همین حق معسل همین حق جوان باید در خروج داده شود حق جوان باید ضایع نشد یعنی این هدف ما این است که همین سیستم که ساخته میشه وقتی که ما امیدوار میشیم به سیستم که برای هر کس میتونیم یک کتابچه چاپ بکنیم اما تطبیق سیستم جنبل هم میگیم مواد ما بروز میشه سوالات بروز میشه و رقابت واقعا به عنوان یک رقابت مطرح میشه یعنی در سال گذشته هر فردی که هم اساتید راضی بودن هم مسئله عزیز ما, نزیز ما راضی بودن من یک مثال بسیار کوتاه میگم خدمت شما مثلا یکی از اساتید ما در پوانتون کابل اونا گفتن که من امسال وقتی که در این پوانزه نام نمیگیرم تدریس میکردم کردم مسئله ای که آمدن مادا مضمونم هیچ کس مثلا زیاتر افراد دینیم 20 سال دینیم 15 سال ناکام میمون یا مشکل وجود می داشت اما امسال که کامده یعنی چند نفر ما صد دادیم و ما ناکامی نداشتیم و هر مسئله را که استاد میکنم پرسان میکنم بسیار خوب آماده جواب میتن این گفت نشانی از یعنی قضاوت اساتید نخبگان مسئولان ما رو میگیم یا مثلا نادای مختلفی پروسه تمجید کرد اگر ما خدا نخواسته خود ما بالای پروسه به اعتماد باشیم هیچ وقت سرش صحبت نمی کنیم هیچ وقت خدا نخواسته از هانه بایش بازی نمی کنیم. اعتماد ما به پروسه و به این نظام و به این سیستم سازی بر بسیار بلند است و مطمئن هستیم که سیستم ساخته شده مثلا این سیستم آل که ساخته شده همگی هم برش معتقد شده دیگه تقلب صورت نمیگیره هر فردی که بگو یک ما این نمره خورده شده ما برش در روز وقت میتیم که بفرمای برش پارچهش هم میکشیم میگیم برا به با بازم تماس داریم سلام به شما خیلی خوش آمدین بله سلام علیکم بله شما بخیر خیر باشم سلامت باشین وقت شما هم بخیر خیر خدا معرفی بکنین و سوال که دارین ما مشنمین یک سوال داشتم از سخنگوی مم. وزارت تحصیلات دالیم بفرمایید بعد گپا پخش میشه میگن که ام شفافیت کامل و سدفیصدی در امتحان کانکور افغانستان وجود نداره بلکه میگه بعض در حالت های وجود داره که وکلای پارلمان و مقامات جسال افغانستان دست میزنه و بعض اشخاص را معرفی میکنند در پانزه های دلخواهشان از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی میشن این چقدر حقیقت داره اگر حقیقت داره یا نداره میشه جواب و همین امتحان کانکور ولایت کابل کدام تاریخ می بخاطر من میل گرفتم من هم نمی خب بسیار تشکر از تماس شما بیننده باشین استاد روی هر دو سوال که پرسیدین صحبت میکنن مال. برادر عزیز تشکر از سوال شما یکی بحث های تکنیکی در مورد کانکور است یکی بحث های اخلاقی و رفتاری و یکی که چقدر صداقت امانت داری در کانکور باید تطبیق شود اما میارا و شخصای رفتاری انسانی و اخلاقی هر کس نسبت به این تکلیف داره هر کس نسبت به یک مکلفیت داره این صدای وجدان درون انسان امو, امو امو تقاضای وجدانی ما ایجاب میکنه که ما هم نسبت به این پروسه مسئولیت دارم ای برادر عزیز ما مسئولیت داره تمام افراد در این زمینه مسئولیت داره وکلای محترم ما مسئولیت داره رهبری وزارت مسئولیت داره رهبری دیگر نهادها مسئولیت داره همه ایده ای زمینه مسئولیت داره ما در سال 1394 بر 95 که همه اوزه ها شاهد از این قضیه هستند ما اگه وقت بود من مثال میگم خدمت شما یعنی هیچ فرد غیر مسئوله غیر مسئول وقتی که ما میگیم خدا نخواسته برای کس توهین نیست یعنی وقتی که مسئولیتش نیست ما اگر رفتیم اگر کارت کانکور کنکور به عنوان ممتحن اوجا داشتیم برای ما اجازه دادن اگه نداشتیم هیچ برای ما اجازه نداد خود وزیر وقتی که در امتحان تشریف بردن کارت کانکور گفت هر کس که داشت داخل شد در صحنه امتحان کسی که نداشت داخل امتحان نشه این ما اگر ما خود ما که مسئولیت داریم اگر کارت امتحان کنکور نمی داشتیم ما افراد غیر مسئول بودیم چون اوج مسئولیت به این است که ما کدام کتابچه بیرون نشه سوال بر کس گفته نشه حق کس تلف نشه این بحث ها بسیار مهم است ما به هیچ فرد غیر مسئول از هر آدرسی که باشه به با تمام آدرس ها ما احترام داریم دیکته سفاره گپا بر ما اصلا مفهوم نداره ما به او اعتقاد نداریم و ایگپا اصلا مصداق نداره در کنکور 94 بر 95 ثابت شد و ما ایر ادامه میتیم ما ایر به استمرارش اعتقاد داریم که دیگه ای پروسی ملی بازم تاکید میکنم یک برادر ما یک خواهر ما از هر خانواده که دو نفر دی پروسه شامل میشن بله. بسیار جوانان ناامید شدن متاسفانه در یا اما ما میخواهیم که این ناامیدی را به یک امیدواری و به یک اعتماد تبدیل بکنیم بله. که سر از این سیستم کار شده آل وقتی که سیستم کار شده هیچ کس اجازه نمیتیم که سیستم از سوال برد هر کسی که کدام سوال داشته باشه دروازه وزارت تحصیلات عالی بر روشان باز است میتونن اینا مراجعه بکنن و امتحان کنکور سوال دومشان از, از کابل از اول او تا شانزی بود ان ما در نظر گرفتیم باز هم یک نکته رو براتون میگیم که تطبیق سیستم بایومتریک یک تجربه نو است در افغانستان دلوقتي. از سنف اول تا صنف چار کسی فارغ میشه دیگه هویتش قلمی نیست منوال نیست کلش داخل سیستم میشه الکترونیکی میشه سافت کاپی هارد کاپیش روان میشه در پلوی از این ما مثلا بخش های دیگه ما رو دیتابیس ها جور کردیم برای محصولات ما برای ریاست مساد خصوصی ما برای بورسیه های ما بر تمام سیستم ان شاء الله که این شای شایلو شایلو بعد ها همچنان این ان شاء الله مدخ خدمت این صحبت ها هم خاطر بود استاد بسیار زیاد تشکر تشکر از شما ممنون باشین برنامه امروزی که تقدیم شما کردیم سلامت باشین از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودین تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند یکتا مسپارم بخیر و سن خوش